سلام بر شما. آرزوی متفاوت از جمع کاملا عادی است. برخی ها برای اکثر مردم آشنا است، اما برخی از مردم برای تغییرات آمادگی ندارند. برخلاف شخصیت های ویدیویی، ما به آرزویتان برسید و با ما بپیوندید و نگاهی به افرادی بندازید که ظاهرا خودشان را خیلی فراتر از انتظار تغییر دادند که حتی شناخت آنها مشکل است. در ادامه با بوداپرس همراه باشید. ترن ونه. برخی موقع افراد به دلایل مختلفی مجبور می شوند تا موهایشان را نشویند و به ظاهر ترسناک می رسند. مرد ویتنامی ترن ونه، مرد با درازترین مو در جهان، این تصمیم را آگاهانه گرفت و موی سرش را برای مدت 50 سال کوتاه نکرده است. زمانی که خورد بود، بعد از کوتاه کردن مویش مریض شد و آن مریضی به کوتاه کردن مو نسبت داده شد و دیگر موهایش را کوتاه نکرد. در این مدت این مرد فقط چند بار موهایش را شسته است و بس، و واقعا اهمیتی برای موهایش قائل نشده است. او اجازه داد که موهایش رشد کند و نتیجه آن 6 متر مو با وزن بیش از 10 کیلوگرم است که دور سرش می پیچد. او باید موهایش را چند بار دور سرش بپیچد و در نهایت با چادری او را بپوشاند. او هرگز ثبت کتاب گینیس نشده است و او هیچ وقت نخواسته درخواست کند. سحر تبر. شاید با این دختر آشنا باشید. دختری که میگوید شاید 50 بار جراحی پلاستیکی انجام داده باشد تا همانند انجلا جولی شود، اما در نتیجه چهره او همانند تیم برتون کارتونی شد. انواع تصاویر او در اینترنت موجود است و گفته شده که برخی از تصاویر او فوتوشاپ شده و چهرهش عمدن ترسناک آرایش میکرده است. سحر تبر اینستاگرام یا فاطمه دنیای واقعی دختر معمولی بود. سحر تبر گفته است یک سری جراحی انجام دادم، مثلا لبهایش را تزریق کرده و لیپوساکشن انجام داده، ولی بیشتر کریم و فوتوشاپ است. او کارش را نوع هنر میداند که با هر عکس صورتش را بامزه تر میکند. اینوانی تبر هم به این وحشت اضافه می کند. بعضی ها می گفتن زامبی است. تمام شایعات و لقب ها فالوور های سحر تبر را زیادتر می کرد. می گویند درآمد نجومی هم داشته است. این سیمای ترسناک و عجیب که محصول مشترک هنر فوتوشاپ، کریم حرفه‌ای و چند جراحی بوده، سحر تبر شاخ اینستاگرام ساخت. جی همه ای ما از کودکی می دانیم که مسواک زدن چقدر مهم است، اما این جوان انگلیسی به نام جی هرگز در این مورد چیزی نمی دانست و یا شاید هم به این قانون اهمیت نداده است. هرچی هست، اما در 20 سالگی زندگیش هرگز با برس و کرم دندان تماس نداشته است. او هرگز به اهمیت و نظافت دهن و دندان متوجه نبوده و از کودکی هرگز دندانهایش را مسواک نزده است. جالب است که این مرد جوان عاشق شیرینی و نوشیدنی های گازدار است که مسلماً برای دندانهایش مضر است. بعد از این که او در پروژه بدن نامناسب شرکت کرد، دکتر دندانهای او را بررسی کرد و 11 دندان نفر را کشید و به جایش دندانهای جدید شاند. اینجا بود که لبخند جدید به او نقش بست. این برنامه در حدود 5 ماه وقت گرفت تا دندانهای او کامل شود. لویس پدرون. این جوان از بونیس آیرس آرژانتین از دوران کودکیش با دنیای فرشتگان، جنها و موجودات مافوق طبیعی کاملا وسواس بود. ما می دانیم که دنیای تخیلات او واقعا جالب است، اما زمانی که بزرگ شد این خاطره ها را فراموش نکرد و برعکس بیشتر پرشورتر شد و سرانجام تصمیم گرفت که در 14 سالگی به یک جن تبدیل شود. اون موی سرش را تغییر داد و روی پوستش سرمایه گذاری کرد و در هر ماه مبلغ 5000 دلار روی انواعی از کریم ها، ضد آفتاب و تزریق مصرف میکند تا پوستش را تا حد امکان روشن نگه دارد. لویس در حدود 35000 دلار برای جراحی پلاستیک مصرف کرده است و او تحت جراحی چانه، لیپوساکشن، بینی، حذف کامل موی صورت با استثنای موی سر و او حتی رنگ چشم و شکل گوشش را تغییر داده است. با وجودی که بعد از جراحی چشم دچار مشکل چشم شده، اما باز هم از آن کار متوقف نشده است. در این مسابقه جنی شاید بیشتر از 40 بار عمل جراحی را انجام داده باشد. این پایان کار نیست و این می خواهد که عمل جراحی روی اندام انجام دهد تا قدش به 180 سانتی متر برسد. با آن هم او خوشحال است. ماریسیو گلادی.
باربی ها خیلی محبوب هستن و خیلی از دختران دوست دارن که مانند باربی باشن، اما در مورد پسرها چطور؟ این جوان از برزیل فقط 8 بار زیر تیخ جراح رفت و بعد از آن همانند عروسک شد. او از زمان جوانی این رویا را داشت و در نهایت در عمر 17 سالگی یک بازیگر شد، و اما رویای او به واقعیت نپیوست و خیلی ها او را زشت خواند. او دیگه پول کافی نداشت و یک بار میخواست به زندگیش خاتمه دهد، چون پول کافی نداشت و از آن به بعد ستاره مدلینگ شد که پول کافی به دست آورد. آرلندو دسوزا دستیابی به عضلات، آن هم از رای مصنوعی، وسوسه انگیز است. آرلندو این استثنا را می داند. این مرد 47 ساله در برزیل زندگی می کند و مدت هاست که به ورزش بدنسازی مصروف است. در این مدت آرلندو تمام تلاشش را کرده، از ویتامین، پروتئین و در نهایت با استروید امتحان کرد، اما به نتیجه مطلوب نرسید و یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که سنتول را امتحان کند که نتیجهش غیر قابل انتظار بود. ماهیچه های او خیلی سری رشد و عضلات او خیلی بزرگ شد. شما نیز می دانید که عضلات او غیر قابل باور بزرگ شد و شاید حتی به تکلیف باشد. در نهایت یک اتفاق بد برای دوست آرلندو رخ داد که در اثر تزریق سنتول درگذشت و آرلندو ترسید که ممکن است او نیز در چنین شرایطی قرار بگیرد. اینجاست که او دیگر از سنتول استفاده نکرد. او تمرینش را متوقف نکرد و در کنار تزریق همیشه ورزشش را ادامه داد. کتی جونگ خانم 81 ساله آمریکایی دارای باریکترین کمر در جهان است که در کتاب گینیس ثبت شده است. کمر کتی 38 سانتی متر ثبت شده است. کتی در سن 22 سالگی دریافت که باید کمربند بپوشد تا کمرش را باریک نگه دارد. این خانم حتی 3 طفل دارد و خیلی کمتر اگر کمربندش را باز کرده باشد. کتی با یک جراح ازدواج کرده بود و این جراح بود که سلامتی او را کنترل میکرد. شوهر کتی میگوید که خانمش کاملا سالم است و ما باید این را باور کنیم. با این کمر باریک در فروشگاه لباس یافت نمی شود و لباس های کتی را خیاط می سازد. لباس های او مناسب است و با این لباس ها خوشتیب معلوم می شود. دنیس انور به دلیل ظاهر منحصر به فردش در تمام دنیا مشهور است که به لطف جراحی متعدد پلاستیک به دست آورده است که نتیجهش واقعا چشمگیر است. یعنی دنیس از یک آدم معمولی به یک گربه تبدیل شده است. گفته شده که اجداد او هندی بوده و تبدیل خودشان به شکل عجیب و غریب توسط خالکوبی را یک رسم دیرینه می دانند. او نام گربه را بر خود انتخاب کرد و با توصیه رهبر قبیله مسیر ببر را انتخاب کرد تا خود را همانند ببر بسازد. او با تغییر شکل بدنش شروع کرد، از خالکوبی در بدن تا لب و بینی و حتی تغییر در لب و تغییر در ابرو و کاشتن سوزن در لبها را اجرا کرد. او حتی دندانهایش را کشید و دندان نیشمانند را شاند و در ضمن ناخونهایش را همانند گربه ها دراز و تیز می کند. او به یک فرد غیر معمولی محلی تبدیل شده و در سراسر آمریکا سفر می کند تا در حضور همه ظاهر شود و عکس بگیرد. اریک اسپراگو. شاید نام اریک خیلی جالب نباشد، اما مسلماً درباره این مرد مارمولک شنیده اید که حتی زبانش به 2 قسمت همانند مارمولک تقسیم کرده است. 5 طفلون را در روی ابروهایش کاشته است که پیشانه او را عجیب ساخته و با کمک خالکوبی نقاشی ها و رنگ های حیرت آور را در بدنش اجرا کرده است. او حتی به دندان پزشک رفت تا دندانهایش را طوری بسازد که بیشتر شبیه مارمولک معلوم شود. او در مصاحبهش میگوید که تنها چیزی که او کم دارد دوم است. چیزی که او را از این کار باز داشته است عدم امکان کاشت دوم در بدنش بوده است، و اگر نه او را وقت اجرا کرده بود. شما می دانید اگر او دوم می کاشت چگونه معلوم می شد؟ این مرد با برنامه های دیدنی خودش درآمد دارد و مردم برای تماشای او پول پرداخت می کند. گفته شده که برای تبدیلش به این شکل در حدود 250 هزار دلار خرج کرده است. امو حاجی یک مرد ایرانی است که لقب کثیف‌ترین مرد در جهان را دریافت کرده است. این مرد در حدود 60 سال یعنی نیم قرن حمام نکرده است. این مرد پیر، آدرسی دقیق ندارد و به خانه است. حاجی این نوع از زندگی را بعد از یک حادثه شروع کرد. او با اعتراض در برابر تغییرات آب و هوا و جهانی شدن اعتراض کرد و دیگر حمام نکرد.
روزی میخواست حمام کند که ناگهان مریض شد. در تابستان در چقوری همانند قبر میخوابد و در زمستان در چهار دیواری زندگی میکند که توسط مردم محل ساخته شده است. علاوه بر آن این مرد از غذای لذیذ و آب تمیز نیز استفاده نمیکند. اما حاجی رویش خودش را دارد و از آینه ماشین برای نگاه کردن خودش استفاده می کند تا ببیند که موی و ریشش چی حد رسیده است و جالب است که با آتش موهایش را اصلاح می کند. دوستان خوبم، کدام یکی برایتان جالب بود؟ در بخش کامنت بنویسید تا ویدیوی دیگر. خدایا رو نگهدارتان.